اگه این لوبیا پلو رو برای من توی مهمونی درست کنن دیگه هیچی نمیخورم. لوبیا پلو از اون غذاهای بسیار خوشمزه است که اصلا نیاز به تعریف نداره. حتما یک بار به این سبک درستش کن که لذت خوردنش برات چندین برابر شه. پیاز رو اجازه بدید سبک شه، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه کنید. من این دفعه میخوام از ادویه میزبانی استفاده کنم که ترکیبی از 40 ادویه همراه با سبزی خشک که با ترکیب خاصی با هم ترکیب شدن بوی زهم گوشت و مرغ و ماهی رو به راحتی میبره، عطر و طعم فوق العاده ای به غذاتون میده و اینکه وقتی این ادویه رو استفاده میکنید احتیاج به هیچ ادویه دیگه ای تو غذاتون ندارید و ادویه پلویی هم دارن که بی نظیره. من نکات تکمیلی این ادویه و همینطور آیدی پیجشون رو تو کپشن براتون نوشتم. حتما به پیجشون سر بزنید که کلی هم آموزش مفید آشپزی رو تو پیجشون دارن. ادویه رو با گوشت خوب تفت بدید و به همراه پیاز اجازه بدید عطر ادویهاتون بلند شه و بعد از اینکه کامل با هم سرخ شدن و عطر ادویه ها بلند شد لوبیا سبز رو اضافه کنید. لوبیا سبز رو من قبلا بلانش کردم و طریقه بلانش کردن لوبیا سبز رو تو کپشن براتون می نویسم. وقتی که لوبیا هم با گوشت و پیاز و ادویه ها خوب تفت خورد روب رو به موادتون اضافه کنید. حتما یادتون باشه گوشه تابتون رو باز کنید، روب رو جداگانه تفت بدید تا عطر و رنگ غذاتون رو فوق العاده کنه. بعد از اون روب رو با باقی مواد مخلوط کنید و خوب تفت بدید تا کاملا مواد یک دست بشن. حالا برای بی نهایت خوشمزه تر شدن لوبیاتون آب لیمو و زعفران رو به همراه نمک به موادتون اضافه کنید و خوب هم بزنید تا ترکیب شن و بعد از اون حدوداً یک لیوان آب سرخالی آب جوش رو به موادتون اضافه کنید و اجازه بدید حدوداً برای نیم ساعت مواد با هم بپزن و مزه ها کامل به خورده هم برن. آب رو بذارید به جوش بیاد همراه با کمی نمک. برنجی که یکی دو سنت خیز کردید رو اضافه کنید. حتما یادتون باشه یه خورده زنده تر برنج برای پلوهای مخلوط بردارید. و بعد از اینکه آب کش کردید حتما آب ولرم روبه سرد روش بریزید تا فرآیند پختش متوقف شه. میتونید این برنج رو دمی هم درست کنید که فوق العاده خوشمزه میشه. هر تعدادی که دوست دارید بذارید از برنج سادهتون و بعد مواد لوبیا پلو ردیف به ردیف بشینید تا کاملا قابلمتون پر شه. من لابلا از زعفران و یه خورده دارچین هم استفاده میکنم که فوق العاده خوش طعم و خوش عطر میشه و اجازه بدید حدودا 45 دقیقه دم بکشه. نوش جونتون این غذای فوق العاده.